زندانی بودن قلب‌های تپنده برای افغانستان و بی‌عدالتی در برابر نظامیان، درگیری‌های نفسگیر و طاقت فرس‌های دو ماه پسین، فشارهای نظامی و راهبردی را بر نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر کرده است. مدیریت جنگ در چند ماه پسین بیشتر به افراد واگذار شده بود که حتی الفبای نظامی را درست نمی‌دانستند. متاسفانه در وضعیتی که افغانستان از یک سو گواه بزرگترین انتقال تاریخ 20 سالش است، رهبری حکومت جنگ را به مدیران نابکار واگذاشته بود که معمولاً این افراد بنابر بیماری هایی که داشتند سرگرم روند درمان خیش بودند تا مدیریت جنگ. اما از دو هفته به این سو وزارت های دفاع ملی و امور داخلی کشور جان تازه‌ای به خود گرفته است. رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی کشور گواه تغییرات گسترده‌ای بودند و افراد تجربه کاری مأمور شدند تا سوق و اداره این نبرد فرسایشی و استخباراتی را به دوش کشند. این وضعیت حالا اندک اندک در روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تغییرات گسترده‌ای را رونما کرده است. در وزارت داخله گماشتن چهره های با تجربه و آزموده شده در نبرد حالا فضای جنگ را تغییر داده است. عبدالستار میرزکوال، جنرال عبدالرحمن رحمان و شماری از چهره های دیگر توانستند با قدرت وزارت داخله را چند برابر گسترش دهند. حالا جبهات جنگ از نزدیک توسط این مدیران وزارت داخله رهبری می شود. در وزارت دفاع ملی جنرال بسم الله محمدی و جنرال ولی احمدزی تلاش دارند تا شیوه های جنگی ارتش کاملا تغییر کند. حالا قوای هوایی افغانستان به جای انتقال افراد ملکی مصروف مدیریت و حمایت نیروهای زمینی در جبهات جنگی است. چرخبال های اکمالاتی به جای انتقال مقام های دولتی از یک ولایت به ولایت دیگر مأمور رساندن اکمالات به جبهات شدند. نیروهای امنیتی و دفاعی نیز آرام آرام از وضعیت دفاعی به عملیات های تهاجمی رو آوردند. شکل گیری خیزش های مردمی در ولایت های شمال و جنوب کار را به جای کشانده است که طالبان حالا به جای پیشبرد جنگ جبهه‌ای مصروف برنامه ریزی های تازه شدند. تا حداقل از تلفات نسبی جنگیانشان در میدانهای نبرد بکاهند و کماکان روحیه جنگیشان را زنده نگه دارند. در چنین وضعیت که افغانستان نیازمند بهبود مدیریت جنگ است، هنوز هم دیده می شود که شماری از نظامیان کارآزموده ارتش و پلیس که تخصص بسنده در مدیریت جنگ های جبهه‌ای و چریکی داشتند پشت میله های زندان قرار دارند. قلب هایی که برای آرامش مردمان این سرزمین می تپد و دلهایی که همواره برای زمینگیر شدن فرزندان جان به کف افغانستان خون میگیرد. به جای سوق و اداره نبرد زندانی هستند و به گوشه فراموشی سپرده شدند. جنرال زمره پیکان یکی از نمونه های همین مدیران جنگ افغانستان است که از نزدیک به یک سال و هشت ماه در زندان پلچرخی به سر می برد. مخالفانش در وضعیت کنونی راضی هستند که در کنج زندان بماند و دیگر از رهبری جنگ دستانش کوتاه گردد. اما هواداران زمره پیکان نبود او در سنگر را مایه تأسف و تعلم می پندارند. زمره پیکان از فرماندهان برجسته وزارت داخله بود که فرماندهی نیروهای امن و نظم آمه را به دوش داشت. او توانسته بود در 5 سال ماموریت جنگیش نیروهای نظم آمه را به قوتهای بالقوه و واکنش سریع در برابر تحرکات دشمن در 34 ولایت کشور مبدل سازد و این نیروها را در کشور به شهره بی پیشینه برساند. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان او شب و روز دشواری را پشت سر گذاشت. اما سرانجام در دور نخست ریاست جمهوری محمد اشرف غنی از سمتش برکنار شد. شماری از هواداران جنرال زمره پیکان میگویند که او قربانی توطئه سیاسی شد و حالا در پشت میله های زندان شب و روز زندگیش را سپری میکند. جنرال زمره پیکان در شماری از محافل سیاسی افغانستان پیش از زندانی شدنش از طرح سخن گفته بود که در وضعیت کنونی برای بسیج و حمایت های مردمی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همانند نوش دارو محسوب می شد.
طرح زمرای پیکان در زمان تصدیش من حیث فرمانده نیروهای نظم آمد به حکومت افغانستان این بود که ولسوالی های دوردست باید از سوی باشنده های محل مدیریت گردد و مسئولیت های امنیتی مناطق به افراد محل واگذار شود. ظاهرا این طرح در 4 ماده تنظیم شده بود و در صورت تطبیق آن حکومت توان مدیریت جنگ در کمترین زمان را دریافت میکرد. بر بنیاد طرح یاد شده پیش از آن که جنرال زمرای پیکان بازداشت شود او این طرح را بر رئیس جمهور غنی ارائه کرده بود. بر بنیاد طرح فرمانده پیشین نیروهای امن و نظم عامه کشور که در دومین سال تصدیش من حیث فرمانده نیروهای نظم عامه به وزارت داخله پیشنهاد شده بود، باید شیوه استخدام و استفاده از نیروهای منطقه‌ای زیر نام پلیس محلی تغییر میکرد. این بسته پیشنهادی جنرال زمرای پیکان به گونه رسمی در سال 1395 ارائه شده بود. این طرح پس از ارزیابی جنگ‌های سنگین میان طالبان و نیروهای حکومتی در جنوب افغانستان روی دست گرفته شده بود. در این طرح بیشتر بر مردمی سازی مدیریت جنگ تاکید گردیده بود. یکی از افراد نزدیک به جنرال زمرای پیکان میگوید که 3 سال پیش از آن که آقای پیکان بازداشت شود و این طرح را بر رئیس جمهور سپرده و از او خواسته بود تا با تطبیق این طرح سبب جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور میشود و در کنار آن نیروهای محلی خود بنابر بلدیتی که با مناطق و محلاتشان داشتند میتوانستند در حفظ این مناطق بیشتر از هر زمانی مؤثر واقع شوند. بر بنیاد گفته های این طرح نزدیک به فرمانده پیشین نیروهای امن و نظم عامه در زمان تصدی جنرال زمرای پیکان من حیث فرمانده نیروهای امن و نظم عامه و طرح را به وزارت داخله سپرد و این طرح در دومین سال تصدی جنرال زمرای پیکان من حیث فرمانده نیروهای امن و نظم عامه کشور تدوین یافته بود. طرح پیشنهادی آقای پیکان بیشتر متکی بود به اینکه چگونه مبحث تامین امنیت منطقه از جانب نیروهای محلی صورت گیرد و جزء تامهای پلیس بیشتر به شکل منطقه‌ای ساختار بندی شده و در چارچوب دولت تنظیم گردد. در این طرح زمرای پیکان پیشنهاد کرده بود که تشکیل پلیس امنی که در وضعیت کنونی با چالش‌های زیادی روبرو است باید کاهش یابد و به جای آن نیروهای محلی مسئولیت مبارزه با هراس افغانان را در روستاهایشان به دوش بگیرند. جنرال پیکان پیشنهاد کرده بود که امنیت شاهراها باید و اختیار نیروهای منظم و آموزش دیده پلیس مثل نیروهای نظم عامه واگذار گردد. برای نهادی نکردن ارزش‌های مردم سالاری این جنرال 2 ستاره وزارت داخله در زمان تصدیش پیشنهاد کرده بود که باید قطعات ضد شورش ایجاد گردد و این قطعات مسئولیت کنترل اعتراض‌های مردمی که حق شهروندانه است را به دوش گیرد و نیروی 4 نیز باید تشکیل باشد که شاهراهای بزرگ، مرزها و جنگ‌های بزرگ را مدیریت کند و این نیرو باید متعلق به ارتش می‌گوید. از یک سو این طرح جنرال زمرای پیکان هزینه اندک را برای حکومت حامد کرزی و رئیس جمهور غنی در پی داشت و سوی دیگر میتوانست مردم را در قبال جغرافیایشان مسئولیت پذیر سازد، اما این طرح تا هنوز پذیرفتن نشده است. یک افسر نظامی که نمیخواهد نامش گرفته شود و سالها با جنرال زمرای پیکان از نزدیک کار کرده است میگوید در وضعیت کنونی ما به مدیریت نیاز داریم که توانایی مدیریت میدان جنگ را داشته باشد و دوشادوش سربازان در جبهاتشان برزمند. در یک کلام ما به نظامیان نیاز داریم که عملا در میدانهای جنگ حضور یابد و در برابر دشمن سینه هایشان را سپر کنند، نه اینکه از اتاقهای دفترشان پیام بدهند و پلان گذاری. هرچند با گزینش جنرال بسم الله محمد دیمن حیث وزیر دفاع ملی و همچنان جنرال عبدالرحمن رحمان در رأس معینه ارشد وزارت امور داخله، روحیه جنگی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تا حد زیاد تغییر کرده است، اما حضور جنرال پیکان در خطوط مقدم جنگ در این وضعیت میتواند سرنوشت سنگرهای من را تغییر دهد و سربازان در خطوط مقدم نبرد را استوارتر سازد. نبرد امروزه نبرد منظم در برابر غیر منظم است. بیشتر جنرالان کنونی توانای مدیریت آن را ندارند، زیرا آنان در بخش‌های آموزش دیدند که بیشتر روش جنگ منظم است. دلیل این ادعای من ثابت شده است و در وضعیت کنونی همه به این باور رسیدند که باید همانند طالب و دیگر توریستان به گونه نامنظم جنگید و جنرال پیکان از گذشته در مدیریت این گونه جنگ ها تجربه خوبی داشته است. به گونه مثال در سقوط نخست قندوز، هنگامی که رهبری جنگ به دوش زمرای پیکان و مراد علی مراد گذاشته شد، او توانست در کنار سایر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
در کمترین زمان دوباره تحرکات دشمن را عقب بزند. خوب باید دارم مسیر شاهراه 601 هلمند به حد زیر تهدید طالبان قرار داشت که تردد موترهای باربری و مسافربری کار بسیار دشوار شده بود. برای کنترل این مسیر جنرال زمره پیکان برای هفته ها در این مسیر اردوگاه ایجاد کرد و نیروهای نظم آمر را جابجا نمود. این دوی کرد و سبب شد تا تحرکات طالبان در این مسیر تا حد زیاد کاهش یابد و نیروهای زیر امر او توانسته بودند در آن زمان به طالبان تلفات سنگینی را وارد کنند و در بیشتر نقاط شاهراه 601 هلمند ابتکار عمل از طالبان گرفته شده بود. با گزارش بی بی سی فارسی که در سال 1399 هجری خورشیدی منتشر شد، این رسانه معتبر جهانی دلایل بازداشت جنرال زمره پیکان را از زبان رئیس جمهور محمد اشرف غنی چنین روایت کرده است. در قوس 1388 محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری خواستار بازداشت فوری زمره پیکان شد. وزارت داخله افغانستان در آن زمان گفته بود به بخش‌های مربوطه دستور داده که فوراً برای بازداشت آقای پیکان اقدام کنند. آقای غنی در آن زمان گفته بود که به دلیل عدم دستگیری آقای پیکان، شهرت افغانستان و اراده سیاسی ما روزانه زیر سوال می رود. فرمانده پیشین نظم‌نامه افغانستان و بیشتر از 8 سال زندان محکوم شد. وزارت داخله افغانستان فرمانده عمومی امن و نظم‌نامه را خانه نشین کرد. غنی در خطاب به وزیر داخله افغانستان گفته بود که دستگیری نفراد امر است و در اولین فرصت باید عملی شود و ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود. آقای غنی مدعی شد که آقای پیکان یک نهاد سراسری را نظم عامه بود به یک منبع فساد تبدیل کرده بود. در این زمان وزارت داخله افغانستان اعلام کرده بود که این وزارت به تمام بخش‌های مربوط دستور داده که مطابق با حکم محکمه به دستگیری آقای پیکان اقدام کند و گفته بود هیچ کس فراتر از قانون نیست و قانون بر همه به صورت یکسان اجرا می شود. پلیس نظم عامه افغانستان در سال 1388 ایجاد و هدف آن جلوگیری از حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنارجاده اعلام شد. آقای غنی خواستار بازداشت فوری زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس نظم عامه شده بود. در قوس سال 1396 دادستانی افغانستان اعلام کرد که محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری زمره پیکان را به 8 سال و 6 ماه زندان تنفیذی محکوم کرده است. دادگاه را به جرم غفلت وظیفه‌ای به زندان محکوم کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در آن زمان و بی بی سی گفت آقای پیکان به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و فراهم کردن زمینه کشتن یک نفر از سوی دادگاه محکوم شده است. اما نزدیکان این جنرال وزارت امور داخلی کشور مدعی هستند که حکومت در تبانی با برخی از حلقات متعدد و وفادار به خیش جنرال زمره پیکان را بازداشت کرد و این روی کرد در برابر او به گونه سلیقه‌ای و سیاسی انجام شده بود. در حال حاضر جنرال زمره پیکان در زندان پل چرخی به سر می برد، اما هوادارانش به این باورند که در وضعیت کنونی نیاز است با حکومت در قسمت رهایی و برنامه های منظم را روی دست گیرد تا وضعیت جنگی به زودترین فرصت تغییر نماید.